پاسداشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کمیته دفاع از حقوق زنان، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، اطلاعیه 1361. و مرگ در پس این شهر خفته بیدار است. داس و دشنه و تبر، اسید و آتش و سوختن، توهین، تحقیر، تجاوز و یک عمر زندگی در میدان جنگ خانه و شهر، سهم زنان ایران از روز جهانی منع خشونت علیه آنان است. گویا 25 نوامبر برای آن دسته از زنانی انتخاب و نامگذاری شده است که در کشورها و جوامع مترقی ساکنند، از برابری حقوق، امنیت و آزادی برخوردارند و شادی‌های ناشی از انتخاب این روز جهانی هم به سایر شادمانی‌های زندگی آنها افزوده می‌شود. اما زنان ایرانی در تمامی روزهای سال علاوه بر تجربه و تحمل خشونت‌های خانگی از جانب پدر، برادر، عمو، همسر و سایر مردان خانواده، با آزار و اذیت‌های اجتماعی، لمس اندام‌هایشان در مینی‌بوس، اتوبوس، کوچه و خیابان‌ها توسط غریبه‌ها، اقوام، آشنایان و خشونت‌های وارده از سوی قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران هم دست و پنجه نرم می‌کند. با گذشت سالها از تصویب روز جهانی منع خشونت علیه زنان و مروری کوتاه و گذرا، جمله خبرها حاکی از آن است که در دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای خشونت در مورد زنان هیچ گونه منعی وجود ندارد، بلکه به سبب تصمیمات و قوانین زن ستیزانه و تشویق و تبلیغ بسیار بر لزوم جامعه مردسالار، خشونت علیه زنان در ایران امروز رنگی جدید و جدیتر از قبل به خود گرفته است. قریب به 10 سال است که لایحه تأمین امنیت زنان در انتظار تأیید قوه قضاییه ایران است. روزی نیست که مورد یا مواردی درباره زنکشی، خواهرکشی، دخترکشی و خودکشی زنان در جای جای ایران را نخوانیم و نشنویم. با دلایل گوناگون، عدم تمکین، نافرمانی، ناموسی، غیرت، مشاجرات و کشمکش‌های خانوادگی و افسردگی، سربریده شدن با داس، کشته شدن با تبر و به آتش کشیده شدن در زیر سایه حمایت‌های قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران که رومینا اشرفی مثال بارزی از این خشونت هاست و قانونگذاران نه تنها هیچ تدبیری برای پیشگیری از این نوع خشونت‌های دلخراش علیه زنان را ندارند، بلکه در بسیاری از موارد و به صورتی کاملا قانونی مدافع و مشوق مرتکبین خشونت علیه زنان نیز هست و در حمایت از آنان وارد عمل می‌شود. در هفته گذشته پس از اعتراف یک دختر جوان در شهر آبادان مبنی بر تجاوز یکی از مسئولین شرکت نفت آبادان به نام احمد جهان نژادیان و ضرب و شتم او توسط یاران و همکاران متجاوز، ماموران و مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حمایت از جهان نژادیان، مدیر حزب اللهی پالایشگاه آبادان، دختر جوان را مجبور به اعتراف اجباری در تلویزیون نموده و در متنی انشا شده وی را فردی مبتلا به بیماری روحی روانی معرفی کردند تا سهم و سزایش را در قبال اعتراض به تعرض جنسی پرداخته باشند. و در ادامه، آقای حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس می گوید منتشر کننده ویدیو ضرب و شتم دختر آبادانی باید مجازات شود. دولت جمهوری اسلامی ایران از یک سو با برقراری مقررات و قوانین ورزشی، حجاب اجباری، تبعیض‌های شغلی، تحصیلی
حقوقی و حتی حذف تصاویر آنان از روی سنگ قبرها بر محدودیت زنان می افزاید و از سوی دیگر به رغم مبارزات و دادخواهی زنان مبارز و مدافعین حقوق زنان با حذف قوانین مرد سالار و زن ستیز مخالفت می کند. و بر این مجموعه بیافزاییم شکنجه، تجاوز، جنایت و خشونت‌های جنسی و فیزیکی خاموش و بیمجازاتی را که علیه زندانیان سیاسی زن در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و توسط مردان دولت قانون اعمال می‌شود. جمله اعمال و رفتارهای یاد شده را ما با استناد به بندهای 6 و 7 از ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و ماده 3 از اعلامیه جهانی حقوق بشر محکوم دانسته و ضمن گرامی داشت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان قاطعانه خواستار برقراری و اجرای قوانین حقوق بشری و بین‌المللی در این باره هستیم و به ویژه با تکیه بر هدف 5 از سند 17 گانه 20 یونسکو از آزاداندیشان جهان و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم همصدا با ما و در جهت ممانعت از سرکوب زنان و حذف قوانین ضد زن و غیر انسانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران از تمامی امکانات موجود استفاده نمایند، زیرا انسان آزاد به دنیا آمده و باید آزادانه و در امنیت کامل زندگی کند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.